فضایی ها به زمین میان اما نمیدونن که قراره با چه موجودات عجیبی روبرو شن. گلاسی سلام. امروز می‌خوایم با هم دیگه فیلم منطقه 9 یا دیستریکت 9 رو ببینیم که یکی از فیلم‌هایی بودش که وقتی اومد خیلی سر و صدا کرد. سبکش ترسناک نیستش، اما خب از اون دسته فیلم‌هایی که خیلی حرف برا گفتن داره. آخر فیلم حتما نقد و بررسیش می‌کنیم. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به سال 1982 آفریقای جنوبی میریم. همه این مردم دارن آسمون رو نگاه میکنن که یه سفینه خیلی بزرگ داره سقوط میکنه. ارتش سریع اطراف اون رو خالی میکنه و آماده این مبارزه میشه. اما 3 ماه میگذره و همچنان هیچ که اطراف سفینه بیرون نیومده. برای همین هم توی عملیات کلی سرباز به این محدوده میفرستن و چیزی که میبینن شوکه میشن. هزاران فضایی عجیب و غریب با وضعیتی داغون و بدون هیچ امکاناتی کنار هم دارن زندگی میکنن. اصلا هم جنگ طلب نیستن و فقط بیشتر اندازه گشته شونه. خبر این قضیه همه جا میپیچه و مردم اسم این فضایی ها رو پران ها به معنی شاخکدار ها میذارن. خیلی زودم یاد میگیرن تا زبون آدم ها رو بفهمن و با یه لهجه سخت شبیهشون صحبت میکنن. خلاصه خیلی زود دولت همه این پران ها رو به منطقه با کلی خونه درب و داغون میبره و اسمش هم میذاره منطقه شماره 9. تعداد پران هایی که به این منطقه منتقل میشن نزدیک به 1,800,000 نفره. تو چند تا مصاحبه هم میفهمیم که این فضایی ها قشر ضعیف و کارگر سیاره خودشون بودن. واسه همینم هم به همین اوضاع داغون راضی ان و کافیه فقط بهشون غذا برسه. یه نکته هم اینه که بعضیا معتقدن زمان سقوط سفینه یه سفینه کوچیک‌تر ازش جدا شده و سالم فرود اومده، اما هیچکی نتونسته پیداش کنه. میبینیم که همچنان دور تا دور این منطقه 9 هم ارتش محاصره کرده و همه کارهای اونا رو زیر نظر گرفته، در حالی که پران‌ها کاملا بی‌خطرن و غذای مورد علاقه‌شون هم کنسرو و غذای گربه هاست. کم کم شرایط بدتر میشه چون دسته‌ای از مردم دست به اعتراض می‌زنن. دسته ای که معتقدن دولت زیاد داره بهشون بها میده، در حالی که خودشون بیشتر از همه به غذا و پول نیاز دارن. البته همچنان یه سری دیگه از مردم دلشون برای پران‌ها می‌سوزه و معتقدن اونا مثل ما بی‌گناهن. دسته اولی هم که گفتم اعتراضشون مسالمت‌آمیز نیست. مشخص پران هم خیلی وقتا برای دفاع خودشون عمل میکنن و یه وقتا جنگ بزرگی بین آدم ها و فضایی ها شکل میگیره. جنگی که به محض دخالت ارتش بیگانه ها هم که مقصر شناخته میشن و به بدترین شکل یا جونشون رو میگیرن یا میندازنشون زندان. بعد چند سال جمعیت بیگانه ها بیشتر شده و منطقه شون هم از قبل خطرناک تره. این وسط با یه گنگستر هم به اسم اوبسانجو آشنا میشیم. این مرد یه مافیای بزرگ داره و مرکز فعالیتشون رو میذاره تو منطقه شماره 9. به خاطر اینکه همه خلافی از جمله خرید و فروش اسلحه انجام میدن و خب تو این منطقه هم که بیقانونی کلا بیداد میکنه. این گروه مافیا بعد از سقوط سفینه اسلحه این آدم فضایی ها رو دزدیده و خیلی وقتا اونا رو به آدم های مختلف یا دولت ها میفروشه. یه سری از اسلحه ها هم خود دولت بوده که برداشته، ولی هنوز هیچ گروه نتونستن باهاشون شلیک کنن. انگار همه سلاح ها فقط با دی ان ای پران ها فعال میشه و خب هیچ پرانی هم حاضر نیست باهاشون همکاری کنه. هیچ کی هم نتونسته تکنولوژیشون رو هک کنه. حالا 28 سال از سقوط سفینه میگذره. جمعیت پران ها بیش از حد شده و اعتراضه مردم هم از قبل خشونت آمیزتره. برای همین هم دولت یه برنامه جدید میریزه. برنامه‌ای که قراره با همکاری یک کمپانی بزرگ به اسم MNU انجام بشه. MNU شرکت بزرگیه برای ساخت سلاح و برقراری امنیت که توسط چند تا کشور مختلف مثل آمریکا ساخته شده. رئیس این شرکت هم یه نفر به اسم اسمیت. یه جلسه میذاره و یکی از کارمنداش به اسم ویکس رو صدا میکنه که میفهمیم در اصل دوماد آقای اسمیته. حالا ما نقشه دولت هم آشنا میشیم. سازمان MNU وظیفه داره تا به زور اسلحه یا هر شکلی که هست فضایی ها رو از منطقه 9 بیرون کنه و به شهرک جدیدی که دولت ساخته ببرتشون. دوماد آقای اسمیت یا همون ویکس هم مسئولیت این کار رو به عهده میگیره و همراه تعداد زیادی از مامورهای امنیتی از سازمان خارج میشن. وظیفه ویکس هم اینه که به همون منطقه شماره 9 بره و با پران ها صحبت کنه و به زور اسلحه یا هر چی که هست ازشون یه امضا بگیره. امضایی که به دولت اجازه میده این منطقه رو کاملا تخریب و با خاک یکسان بکنه. نیروهای امنیتی هم کلی سلاح برداشتن و ویکس باهاشون بحث میکنه که نباید انقدر خشونت‌آمیز بریم. اما فرمانده مامورا مخالفه. عقیدش اینطوریه که میگه اون کثافت ها خیلی وحشی هم، بس من میدونم چجوری امنیت خودمون رو تأمین بکنم. راه میفتن و میبینیم که دو گروه از مردم نزدیک این منطقه تظاهرات را انداختن. یه گروه میخوان مخالفتشون رو با این طرح نشون بدن چون خب نمیخوان خونه زندگی پران ها خراب شه، میگن گناه دارن. گروهی هم از خداشونه که زودتر این فضایی ها رو بندازن بیرون. مامورها هم بدون توجه رد میشن و به محض ورود به منطقه 9 چند تا پران میان و سعی میکنن ماشینشون رو بتره کنن.
ماموران بدون رحمی با شلیک مستقیم جون اونا رو میگیرن. ویکس شروع به زدن در خونه ها میکنه و طرح دولت برای انتقال پرانها رو به هر کدومشون توضیح میده. کلی غذای گرمه هم آورده تا به بعضیا رشوه بده. چند تا از پرانها که هیچی برای دست دارن ندارن خیلی راحت قبول میکنن که امضاشن و برگه تحریب محل رو امضا میکنن. یه سری هم با گرفتن غذا این کارو انجام میدن و یه سری دیگه به شدت مخالفن و داد و فریاد راه میندازن. مامورا هم این مخالفا رو میگیرن زیر کتک یا با شلیک و تهدید امضاشون رو میگیرن. کسی هم که این کارو نکنه ویکس میره داخل و به بهونه نگهداری وسایل غیرقانونی یا چند تا چیز مسخره دیگه حکم تخلیه رو خودش امضا میکنه. ویکس به یکی از خونه ها میرسه که هیچکی جواب نمیده و وقتی میره داخل متوجه تخم‌ریزی فضایی ها تو همه جای خونه میشه. میاد بیرون و بدون هیچ اهمیتی دستور میده خونه رو آتیش بزنن، بی توجه به اینکه اینا بچه های پران ها. حالا میریم پیش فضایی ها و با 3 تا از این پران ها آشنا میشیم. اونا مثل آدم ها رو خودشون اسم گذاشتن و یکیشون کریستوفره، پسر کوچیکش سی جیه و دوست کریستوفر هم پاله. 3 تای در حال گشتن یه سری زباله تو همین منطقه شماره 9 که اطراف همون سفینه‌ای که باهاش هم سقوط کرده بودن. چیزی از اون وسط پیدا میکنن و سری میان به خونه. یه مایع عجیبیه که توی محفظه عجیبتر میریزنش. میخوان باهاش کاری انجام بدن که همین لحظه ویکس به اینجا میرسه و در میزنه. اینجا خونه پاولو، برای همینم کریستوفر و پسر سی جی یواشکی از پشت خارج میشن و پاول هم بعد قایم کردن محفظه درو باز میکنه. ویکس برگره بهش نشون میده و جریانو میگه. پاول عصبانی میشه و به خاطر مخالفتش روش اسلحه میکشن. ویکس هم میره داخل تا یه دلیل برای تخلیه پیدا کنه و خب دیدن کلی اسلحه رو در و دیوار براش کافیه. موقع گشتن هم یه رفع نگاهش به همون محفظه میفته. فوزولیش هم گل میکنه و بازش میکنه که یه رفع مایه اون روی صورت و دستش میریزه. بعد پاک کردن محفظه رو میذاره تو جیبش، میاد بیرون و وقتی از پال میپرسه که توش چیه اون عصبانی میشه. مامور جلویش رو میزنه و میخواد از ویکس محفظه رو پس بگیره که چند تا مامور دیگه میان و با شلیک جون پاولو میگیرن. بعد هم متوجه میشن که دست ویکس بعد برخورد با اون مایه داره میسوزه و سری میبندنش. یکم هم سرگیجه گرفته اما خب کارشو ادامه میده و بعد مدتی هم به خونه کریستوفر و پسر سی جی میرسه. با دیدن سی جی شکلاتی طرفش میندازه که پسر با عصبانیت اونو سمت ویکس پرت میکنه و میخوره تو سرش. اونم بهش بر میخوره و دستور میده به زور اسلحه کریستوفر رو بیارن بیرون و کنار پسرش نگه دارن. از این خونه هم چند تا اسلحه پیدا میکنه و یه حالش بد میشه. مایه چندش یا دهنش میاد بیرون و مامورا که میبینن حالش خوب نیست ماموریت رو لغو میکنن و به سازمان برمیگردن تا استراحت کنن. حال ویکس هر لحظه داره بدتر میشه و موقع کارم تو اداره هی خون دماغ میشه. حتی ناخونای دستش هم کم کم جدا میشن. یه سر میایم پیش کریستوفر و سی جی. با رفتن مامورا به خونه پال اومدن. هنوز نمیدونن چه بلایی سرش اومده و وقتی درو باز میکنه میرن داخل. دنبال محفظه میگردن و وقتی پیدا نمیشه خیلی عصبانی میشن. یه لحظه هم به قرارگاه همون گنگستر منطقه یعنی اوبسانجو میریم. چند تا فضایی اومدن تا چند تا کنسرو غذای گربه بخرن و برای این کارم یکی از سلاحاشون رو میخوان معامله کنن. یه ربات خیلی بزرگ که قبلا سوارش میشدن و با دشمن رو میجنگیدن. افراد اوبسانجو یه لفه به یکی از پرونها حمله میکنن و جونش رو میگیرن. دلیلش هم میفهمیم. چند تا جادوگر کنار اوبسانجو هن و بهش گفتن اگه هر چند وقت یه بار از بدن این پرانها تغذیه کنی کم کم بدنت با ژن اونا ترکیب میشه و به یه آدم شکست ناپذیر تبدیل میشی. اوبسانجو هم خب معلول و نمیتونه راه بره و خیلی دوست داره خوب بشه و برای همینم پرانی که شکار کردن رو میخوره. شب میشه، وقتی ویکس به خونهشون میرسه ببینه همسرش براش مهمونی گرفته تا این ماموریت و ترفیع جدیدش تو کار رو جشن بگیرن. ویکس حالش خوب نیست و اول از همه میره دستشویی که دوباره همون مایه عجیبم بالا میاره. بعد سعی میکنه خودش رو آتی جلوه بده که موفق نمیشه و وسط صحبت با مهمونا دوباره بالا میاره و بیهوش میشه. وقتی چشماشو باز میکنه توی بیمارستان بستری شده. دکتری میاره دست باندپیچی اونو بالاخره باز میکنه که از وحشت فریاد میکشه. همه گوشت و پوست این مرد نابود شده و حالا پنجه های شبیه پرانها درآورده. دکتر سری نگهبانا رو میاره و بعد بستن ویکس به سازمان MNU زنگ میزنه و جریانو میگه. چند لحظه بعد مامورهای MNU هم میان و بدون اینکه به همسرش بگن چی شده اونو به آزمایشگاه سازمان میبرن. سری هم دورش رو قرنطینه میکنن و دکترها عجیبش همون محفظه رو پیدا میکننش. تو چند سکانس بعد میبینیم که ویکس زندانی شده. باهاش مثل یه موش آزمایشگاهی برخورد میکنن و مدام اونو به جایی میبرن که سلاحهای فضایی رو امتحان کنن. چون DNA فضایی ها وارد بدنش رو به عنوان اولین انسانی که میتونه با سلاحهای فضایی شلیک کنه خیلی براشون با ارزشه.
تو این آزمایش هم حتی مجبورش میکنن با این سلاح به یه پران زندانی شلیک کنه و جون اونو بگیره، که خب خیلی به هم میریزه. هنوز 24 ساعت هم از زندانی شدن ویکس نگذشته که پدر زنش یا همون رئیس سازمان MNU یا اسمیت دستور میده که یه عمل جراحی کنن، جونشو بگیرن و اعضای بدنشو برای آزمایش‌های بیشتر استفاده کنن. میخوان روش ترکیب DNA ویکس با برانها رو بفهمن و این خیلی براشون مهمه. دکتر هم دور ویکس جمع میشن و وقتی میفهمه قصدشون چیه یهو بلند میشه و با قدرت زیادی که حالا داره یکی رو گروگان میگیره. سریع هم از سازمان در میره و در حالی که همه مامورهای MNU و پلیس دنبالشن تا جایی که میتونه دور میشه. سعی میکنه با پوشوندن چهره و عوض کردن لباساش خودش رو مخفی نگه داره، اما خب آسون نیست و وقتی به همسرش یا دوستاش هم زنگ میزنه هیچ کی حاضر نیست به کمکش بیاد. دلیلش هم وقتی که به یه خیریه میره تا غذا بگیره میفهمه. تو اخبار عکس ویکس پخش شده و نوشتن به خاطر ارتباط جنسی با پرانها ویروس عجیبی گرفته و خیلی خطرناکه، ازش فاصله بگیرید. هر کیم توی این فروشگاه سر قیافش میبینه و فرار میکنه، ویکس هم از اونجا دور میشه. دیگه هیچ راهی براش نمونده و خودش رو به منطقه شماره 9 میرسونه. از توی آشغالا غذای گربه پیدا میکنه و با ولع میخورتش. یهو تلفنش هم زنگ میخوره و همسرش پشت خطه. بهش میگه ازت متنفرم چون با فضایی ها ارتباط داشتی و قطعی قطع میکنه. ویکس بیشتر به هم میریزه. تبری میبینه و برش میداره. انقدر این وضع بدش میاد که میخواد دستش هم قطع کنه، اما فقط یکی از انگشتاشو میتونه بزنه. انقدر همین درد داره که دیگه نمیتونه این کارو انجام بده. یهو صدای هلیکوپترهای زیادی میاد و میفهمیم مامورهای MNU دارن وارد این منطقه میشن. اونا هم میدونن تنها راه فرار ویکس به اینجاست و اومدن دنبالش. ویکس هم با سرعت وارد اولین خونه میشه که میبینه تا پناه بگیره و میفهمه که خونه کریستوفره. توی اتاقی که رفته کریستوفر نگاهش میکنه و قبل اینکه حرفی بزنن به خاطر خونریزی بیهوش میشه. چشماشو که باز میکنه میبینه توی مخفیگاه و کریستوفر و پسرش CJ کنارشن. مخفیگاه خیلی تکنولوژی های مختلفی داره و کاملا شبیه همون سفینه هست که 27 سال پیش سقوط کرد. کریستوفر با عصبانیت میگه اون محفظه رو چیکار کردی؟ چون میدونم تو برداشتیش و این بلا سرت اومده. بعدم توضیح میده که من و پسرم داریم یه کاری میکنیم تا به سیارمون برگردیم. اون محفظه مهمترین وسیله‌ای که الان میخوایم. ویکس میگه تو آزمایشگاه MNU به زور از هم گرفتنش. کریستوفر هم میگه اون نه تنها به ما میتونست کمک کنه، بلکه میتونست تو هم درمان کنه و با حالت عادی برات گردونه. مایه‌ای که توی اون محفظه هست 20 سال طول کشید تا بتونم جمعش کنم. الان همه چی رو خراب کردی. توی چند سکانس بعد زخم‌های بدن ویکس بدتر میشن. همه بدنش داره به پران تبدیل میشه و خیلی هم داره درد میکشه. باز تلفنی زنگ میخوره و همسرش پشت خطه. بهش میگه دارم برای تن شده، برگرد درمانت کنیم. وسط حرفاشون میبینیم که مامورها این نقشه رو ریختن تا بتونن محل قایم شدن ویکس رو ردیابی کنن. زمانی که ویکس داره صحبت میکنن میریم به پناهگاه و میبینیم که کریستوفر و پسر CJ دارن حرف میزنن. CJ میگه خیلی دارم برای سیاره خودمون یا همون خونمون تن شده و از حرفاشون هم میفهمیم مشکلای زیادی اونجا داشتن. اونجا قحطی اومده بوده و دولت هم بهش کی نمیرسیده و برای همین از سیارهشون به زمین اومدن که خب زندگیشون بدتر شده. آخر صحبت هم کریستوفر با ناراحتی میگه اون محفظه‌ای که لازمش داریم توی جای خیلی امنیتیه، ممکنه نتونیم دیگه برش گردونیم. اون موقع هیچ راهی برای برگشت به سیاره نیست و مجبوریم به همین شهرک جدیدی که دولت ساخته بریم. همین لحظه ویکس به اینجا اومده و حرفاشون رو میشنوه. یه دفعه میگه شما نباید به اون شهرک برید. همه حرفایی که در موردش میزنن دروغه. اونجا همه چیز بدتره و نه تنها غذایی نیست، بلکه باهاتون مثل حیوان برخورد میشه و میخوان کلی آزمایش وحشتناک هم روتون انجام بدن. بعدم میگه یه راه برای پس گرفتن محفظه هست و میریم به سکانس بعد که قرارگاه اوبسانجو رو میبینیم. ویکس به اینجا اومده و همین که میرسه همه قیافش رو از اخبار میشناسن و شروع میکنن به مسخره کردنش که با فضایی‌ها چیکار کردی. بعدم به زوری برنش جلوی اوبسانجو. وقتی لباسش رو در میارن اوبسانجو دست جهش یافتش رو میبینه، چیزی که مدت هاست خودش آرزوشو داره و با لبخندی میگه دست این مرد رو جدا کنید باید بخورم. این همون چیزیه که منو شکستن پذیر میکنه. وقتی میخوان این کارو بکنن نگاه ویکس به یکی از سلاحهای فضایی میفته، چیزی که اصلا به قصد خریدنش اومده بود تا اوبسانجو رو ببینه. موفق میشه اونو به زور برداره و حالا با قدرت فوق‌العاده اسلحه همه نگهبانها رو کنار میزنه. بعد با برداشتن چند تا دیگه از سلاحهای فضایی فرار میکنه. ساعتی گذشته و مامورهای MNU رو میبینیم که به خونه کریستوفر میرسن. آدرس اینجا رو از تماس ویکس و همسرش ردیابی کردن و یواشکی وارد میشن، اما میبینن هیچ که اونجا نیست و کاملا خالیه. و همین ویکس از قبل نقشه اینها رو میدونسته، برا همینم موقع جواب دادن تلفن به یه خونه دیگه رفته بود.
همین لحظه هم ویکس همراه کریستوفر رو میبینیم که یواشکی وارد سازمان MNU شدن تا محفظشون رو بدوستن. اکثر ماموران به منطقه 9 رفتن که دنبال ویکس بگردن. دو تایی به آزمایشگاه میرسن. خیلی راحت نگهبان های باقی مونده رو شکست میدن و محفظه رو برمیدارن. اما کریستوفر یهو خوشگش میزنه. تو قسمتی آزمایشگاه بدن تیکه تیکه شده دوست صمیمیش یعنی پاولو میبینه که صدها آزمایش وحشتناک روش کردن. چند پران دیگه هم همین اتفاق براشون افتاده و انقدر خوشگش سره که چند تا مامور دیگه هم سر میرسن و نمیفهمه. ویکس شروع میکنه به جنگیدن و آخرش هم همراه کریستوفر با دزدیدن یکی از ماشینهای سازمان فرار میکنن. خبرشون به مامورها رسیده و همگی دنبال این دوتان. این دوتان به خونه کریستوفر میرسن، جایی که سی جی منتظرشونه و محفظه رو ازشون میگیره و سری میره به پناهگاه تا سفینه رو راه بندازه. ویکس کم نگران و میپرسه مگه نگفتی با اون مایه میخوای درمانم کنی؟ کریستوفر معذرت خواهی میکنه و میگه مجبور بودم بهت دروغ بگم، اما بهت قول میدم همین که برگردیم کافیه 3 سال تحمل کنی. 3 سال دیگه با درمونت میام به زمین و مثل روز اول خوبت میکنم. الان هیچ راهی برای حل قضیه نیست، چون مایه‌ای که تو محفظه باقی مونده خیلی کمه. نمیشه هم سفینه رو باهاش راه بندازیم و هم دستگاهی که برای درمانت لازمه رو روشنش کنیم. ویکس عصبانی ضربه‌ای به کریستوفر میزنه و می دو طرف پناهگاه، جایی که سی جی داره سفینه کوچیک‌تر رو راه میندازه و بعد اینکه میره ازش بیرون خودش سوار سفینه میشه و اون رو روشنش میکنه. به خیالش رفتن از زمین بهتر از زندگی با این وضعه. از اون طرف هم مامورهای MNU به خونه کریستوفر میرسن، چون ماشینش رو تعقیب کردن و اسلحه رو سمت کریستوفری که رو زمین افتاده میگیرن. یهو صدای وحشتناکی میاد و خونه داره خراب میشه که سریع ازش فاصله میگیرن. ویکس با سفینه از زیر زمین بلند میشه. در حالی که کریستوفر نگرانی خوشگش زده یکم از زمین فاصله میگیره و فرمانده امنیتی MNU دستور میده که شلیک کنید. موشک اندازهای بزرگی فعال میشن و همه سمت سفینه شلیک میکنن. با برخورد یکیشون به اون کنترلش از دست ویکس خارج میشه، چون یکی از موتورها کاملا تکار افتاده و سقوط میکنه. کریستوفر با ناامیدی میفته زمین و میفهمه دیگه همه چیز تموم شده. مامورا اونا همراه ویکس که از سفینه بیرون کشیدن سوار ماشین میکنن. حالا جریان عوض میشه و یهو اوب سانجو و اعضای گروهش سر میرسن. با بیرحمی ماشینهای مامورها رو نابود میکنن و هدفشون هم مشخصه، اونا ویکس رو میخوان. بدون توجه به کریستوفر اونو میدوزنش و میرن سمت پناهگاه خودشون، جایی که جادوگرها مراسمی ترتیب دارن و میخوان دست ویکس رو جدا کنن. یه لحظه میریم به پناهگاه اصلی یا همون سفینه‌ای که 27 سال پیش سقوط کرده بود. مامورها نمیدونستن پسر کریستوفر هم تو این قضیه اصلا دنبالش نگشته بودن که این سفینه رو پیدا بکننش. میبینیم که سی جی با رفتن مامورها دست به کار شده و با استفاده از محفظه‌ای که از سفینه کوچیک درآورده یه کار فوق‌العاده انجام میده. موفق میشه با همون مایه و یه سری کارهای تکنیکی دیگه سفینه‌ای که 27 سال خاموشه رو روشنش بکنه. اما این کار همراه یه موج اغناطیسی قوی انجام میشه که در نتیجه‌ش هم همه وسیله‌های مربوط به سفینه فعال میشن. یادتونه اعضای اوبسانجو یه ربات رو از این پراون‌ها دزدیده بودن؟ اون ربات هم یه رفعه روشن میشه و همه آدم‌ها رو به عنوان تهدید می‌بینه و شروع می‌کنه به شلیک. همه به جز ویکس که خب DNA فضایی‌ها رو توی بدن خودش داره. اوبسانجو همه تیمش اینجا از بین میرن. از اون طرف هم کریستوفر همچنان تو همون ماشینیه که اعضای اوبسانجو چپ کردنش. گروه دیگه هم از مامورهای MNU به اونجا میان. با عصبانیت میان سراغ کریستوفر رو میپرسن چی شده که خوشگشو میزنه. سفینه اصلی که سی جی حالا روشنش کرده داره از زمین فاصله میگیره. یه سریشون هم که میفهمن اوبسانجو ویکس رو دزدیده به قرارگاه اون میرن. وقتی میرسن ویکس میفهمه دیگه راهی برای فرار نیست. برای همینم هم خودشو میندازه توی ربات و سوارش میشه. با ورود مامورها میفته به جونشون و همشون رو نابود میکنه، تا وقتی که میفهمه فرماندهشون اسلحه‌ای رو سر کریستوفر گرفته. به فرمانده میگه ولش کن، من خودم رو تسلیم میکنم. اونم میاد سمتش و وقتی نزدیک شده دستور میده کریستوفرم بکشید. ویکس هم سری می دو طرفش و قبل شلیک اونا با بیرحمی همه مامورها رو نابود میکنه. کریستوفر هم یه سپر برمیداره و دو تایی سمت سفینه سی جی راه میافتن. این در حالیه که ویکس جلوی گلوله ها میفته تا بقیه مامورها نتونن به کریستوفر آسیب بزنن. بالاخره میرسن و کریستوفر بعد اینکه قول میده 3 سال دیگه برای نجات جون ویکس بیاد، وارد سفینه کوچیکتر میشه که نابود شده بود. ویکس هم همچنان با مامورها درگیره تا وقت بخره. وسط این مبارزه هم یه مامور با ماشین بهش میزنه و رباتش میفته زمین. سی جی هم با زدن یه دکمه سفینه کوچیکی که موتورش نابود شده و پدرش داخلشه رو به سمت سفینه اصلی خودش میکشه. فرمانده NU هم که متوجه میشه RPG برمیداره، سمت کریستوفر میگیره و شلیک میکنه. ویکس که خیلی آسیب دیده با این حال دستشو میاره بالا و موشکو میگیره و با انفجارش دست ربات دست میره.
فرمانده با عصبانیت کل گلوله‌هاش رو ربات خالی میکنه. ویکس هم از این ربات نابود شده با حالی زخمی بیرون میاد و دستش هم کلی آسیب دیده. حتی چشمش هم زرد شده و انگار همه بدنش دیگه جهش پیدا کرده. فرمانده اسلحه‌شو طرفش میگیره که یهو کلی پران دیگه سر میرسن. کسایی که حالا دیگه ویکس رو خودشون میدونن و برای نجاتش به شکلی دردناک فرمانده رو نابود میکنن. میریم به یه مدت بعد. اخبار داره لحظه پرواز سفینه بعد 27 سال رو نشون میده. میبینیم که مردم و طرفدار اونا با خوشحالی دارن تشویقشون میکنن. از اون طرف هم چند نفر موفق شدن که نقشه سازمان MNU رو برای سوء استفاده از فضایی ها برای تولید سلاح فاش کنن. جلوی فعالیتشون هم موفق میشن بگیرن. با فشار مردمی که حالا همه طرفدار پرانا شدن، دولت یه شهرک تمیزتر مجهز به اسم منطقه شماره 10 میسازه و پرانها رو به اونجا نقل مکان میکنن. ویکس هم به خاطر فداکاریش حالا یه قهرمان شده. همه هم معتقدن که دیگه جونش رو از دست داده. همه غیر همسرش که حالا دیگه مطمئن شوهرش بیگناه بوده. توی مصاحبه یه خبرنگار میگه که مطمئنی هنوز شوهرت زنده است؟ اونم میگه که آره مطمئنم. چون اون عاشق ساختن چیزهای مختلف و دکوری بود. چند روز پیش یکی یه گل گذاشته بود دم درم. گلی که از یه فلز ساخته شده و مطمئنم فقط ویکس میتونه این کارا رو کنه. سکانس آخر ویکس رو میبینیم که حالا کاملا تبدیل به پران شده. داره یه گل از فلز میسازه و همچنان منتظر قولی که کریستوفر داد و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. یه بار دیگه هم بگم اگه دنبال یه VPN پرسرعتی تا بتونید دانلود و آپلود خوبی داشته باشید یا بازی آنلاین با پینگ زیر 100 انجام بدید، حتما از وایرگارد باید استفاده بکنید. وایرگارد علاوه بر سرعت خیلی بالایی که داره، مشکلاتی که VPN های V2Ray داشتن رو هم از خودش دور کرده. دیگه لازم نیست نگران امنیتتون هم باشید و میتونید با یه قیمت خیلی کم و تخفیف گلاسیا از این VPN هم استفاده کنید. کافیه با ایده تلگرامی که روی صفحه قرار میگیره پیام بدید، هشتگ گلاسیا رو رسید و از قیمت‌های تخفیف خوردهشون بهره مند بشید. در مورد فیلم دیستریکت 9 یه سری حرف هست که باید بزنیم. مهمترینش اینه که بدونید بودجه فیلم فوق‌العاده کم بوده. بودجه این فیلم‌های علمی تخیلی بالای 100 میلیون دلاره. اما این فیلم با تقریبا 1/3 اون ساخته شده. تهیه کننده این فیلمو کسی که این بودجه هم در اختیار قرار داره پیتر جکسونه، یعنی کسی که کارگردانی سری کامل ارباب حلقه‌ها رو به عهده داشتش. پیتر جکسون با یه فیلمساز کانادایی آفریقایی یعنی نیل بلومکمپ فکر کنم اسمش رو نمیدونم درست تلفظ میکنم یا نه آشنا میشه و خب میاد این سرمایه رو بهش میده تا فیلم دیستریکت 9 رو توی آفریقا فیلمبرداری کنه و بسازتش. برای همین هم است که شاید یه جاهای جلوه‌های ویژه‌اش ضعیف در بیاد، اما با این بودجه کم فوق العاده کار خفنی انجام داد و به نظرم ترکونده. برای همین خیلی نمره خوبی رو گرفته. باید دقت بکنید که تمام استوری که نوشته شده از آپارتاید رژیمی هستش که آفریقای جنوبی رو به عهده گرفته بود، رژیمی که کاملا توسط سفیدپوستا اداره میشد و کل حقوق سیاه‌پوستا رو زیر سوال گذاشته بود. به بدترین شکل اونا رو تحقیر میکرد و توی هیچ جای اونا رو راه نمیداد. اصلا سیاه‌پوستا رو به عنوان سیتیزن‌های درجه 2 میشناختن. نویسنده و کارگردان میخواد دردناک بودن زندگی افراد سیاه‌پوست اون دوره رو به نمایش بذاره و برای این کارم میاد کلا از یه استعاره استفاده میکنه. استعاره‌ای که توی اون سیاه‌پوستا و آدم فضایی‌های تشبیه میشن که وقتی رو زمین فرود میان همه میخوان اونا رو طردشون کنن. بدترین چیزها رو میبینن در حالی که از یه جای خیلی بدتر اومدن. خب ما میدونیم گذشته سیاه‌پوست چقدر بد بوده. اونا خیلی‌هاشون برای فرار از اون زندگی با آفریقای جنوبی رفته بودن و بعد یه اون اتفاق‌ها براشون افتاد. میبینیم که توی فیلم دولت چجوری با این فضایی‌ها برخورد می‌کنه، چقدر حتی خونه‌هاشون رو می‌خواد بگیره. کلاً هیچ آرامشی براشون نمیذاره. چیزی که مردم آفریقای جنوبی تو واقعیت تجربه کرده بودن. و خب واقعا دردناکه. به نظرم جدا از داستان نویسی خفن، همین تشبیهش به واقعیته که فیلمو به یکی از خفنهای علمی تخیلی تبدیل کرده. فیلمی که الگوی خیلی از فیلمسازهای بعدی شده بود و هنوزم اثرش توی سینما میتونیم ببینیم. دیگه همین، نمیخوام زیاد در موردش صحبت بکنم و خواستم این نکته ها رو ازش بدونید. اینطوری خب برداشت فیلم خیلی قشنگتر میشه. پیتر جکسون خیلی سرمایه‌گذاری خوبی انجام داد، یه فیلمساز خیلی خوب رو به سینمای ما نشون داد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایبرتون نره. روزتون دارم. روزتونم گلسی.